ده ها کشته و صدها زخمی در حمله موتربم امروز کابل. انفجار امروز در نزدیکی چهارای زنبق رخ داد و خسارات جانی و مالی زیاد به باشندگان کابل به پیش آورد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را رد کرد و در واکنش به این حمله گفتند که امارات اسلامی هر گونه حمله ای را که باعث ضرر به افراد ملکی شود محکوم میکند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی نیز این امر را تقبیه کرد. اما زمانی که در مهمترین نقطه کابل به این پیمانه حمله تروریستی قوی صورت میگیرد، پاسخگو کی است؟ چرا کابل و باشندگانش این همه آسیب پذیر هستند؟ عوامل آسیب پذیری پایتخت چیست؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم آقای سید نقیب‌الله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل، آقای جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پیشین پروان و همچنان آقای جنرال جبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای قهرمان، شما امروز شاهد خونین ترین حمله در کابل بودین، حمله ای که بی پیشینه بود، صدها زخمی و دهها کشته را بر جا گذاشت. اما دلیلی که این همه آسیب پذیری در پایتخت به وجود می آید و تنها مقامات می آید تقبیح میکنه، دلیل چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی جناب والی صاحب ته، وکیل صاحب ته، تاسو ته، لیدونکو ته، ستاسو تخنیکي همکاران ټول ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دوهم، لومړی دعا کوم د لوی او بخښونکي پروردګار څخه مې غوښتنه ده چې شهیدانو ته پاک پروردګار جنت فردوس ورکړي، زخمیانو ته دې خدای عجل شفا ورکړي. د لوی خدای مې غوښتنه دا ده چې زموږ غمیز ته دې خدای د پای ټکی پیدا کړي او زموږ ګناهونه دې خدای وبخښي، موږ ته دې خدای وس راکړي چې موږ رای راست رای مستقیم ته برابر سو او پروردگار پر موږ باندې رحم وکړي. دا اول ورځ هم نه ده، دا آخر ورځ هم نه ده. موږ و تاسې هر ورځ ضایعات لرو. که د دغه یوې هفتې د کندهار او د هلمند د ضایعاتو راپور درکړم، کیدای شي تر دې دوه برابره واوسی شي. هره ورځ تاسې د فاریابه تر کندوزه تر بدخشانه تر جلال آباد تر پکتیا تر ګوډ ګوډه پورې هره ورځ موږ خپل وطنوال په وینو کې رنګېدلي وینو. دلته دا جګړه اول باید توضیح و تشریح سي. جګړه ډیره لویه ده بابک، جګړه نړیواله ده. تقریبا که نړۍ یو سل اووه نوي ملک دي، دوې سي ملکونه د افغانستان په جګړه کې سي دخل دي، په شکل د اشکال، څوک په یو شکل، څوک په بل شکل، څوک در یو شعار لاندې، څوک در بل شعار لاندې. او جګړه هم د استخباراتي، جګړه هم د چریکي. زموږ په دغه تشکیلاتو چې موږ یې لرو، یا په دغه امنیتي نهادونو چې موږ یې لرو، یا دغه ظرفیتونو چې موږ یې لرو، جګړه 50 برابره تر دې غټه ده. جګړه د ډیرو لویو او پیچلو خطرناکو استخباراتي کانالونو د لارې مخته بیول کیږي. خب درست است که جنگ کلان است، اما زمانی که شما میبینید که پایتخت یک کشور با این همه نیرو و امکانات و داشته ها این همه آسیب پذیر، شما میبینید که کلانترین موتر با قویترین مواد انفجاری داخل کابل میشه، در ساحه وزیر اکبر خان منفجر میشه. اینجا فکر نمی کنید که بزرگترین ضعف از نهادهای استخباراتی افغانستان است؟ ما در طول که د جګړه ارخونه وګوره، جګړه د ډیر لوی او پیچلو استخباراتو د لوري سره برابر کیږي. زموږ استخبارات د هغه په برابر باندې دومره معلومیږي لکه په دغه ټولو تسپو کې یوه تسپه. بیا موږ هم راولاړ سوي پر هغه سربیره باندې، په موږ کې بیا بد څه نقصدی په یوازې د دې باندې چې موږ استخبارات د معقولو مسلکیو پني خلکو سه د تجربه کار خلکو سه منځته راوړو. موږ د څه هم په شکل په خپلو مابینونو کې استخبارات هم سره ویشلي دي. په یوه مې ته خوشحاله کړی، په یوه مې دی خوشحاله کړی دي. یو وارې خو جګړه زموږ په مقابل کې د خورا لوی او پیچلو استخباراتو لخوا پر مخ وړه کیږي، بیا زموږ ظرفیتونه مو په خپله په لوی لاس اخیستي دي، ډیر مو په اصطلاح باندې په خراب جهت کې خوځولي دي. که چیرې بیا هم موږ دغه استخبارات دغه زموږ سیاسیونو یو کار کړی وای، هر شی یې تقسیم کړی وای، بانکونه دې تقسیم کړی وای، هر څه دې تقسیم کړی وای، وزارت داخله دې تقسیم کړی وای، هغه دومره مهمه نه وه. حتی وزارت دفاع په دغه جګړه کې ډیر مهم نه دی.
زموږ د پاره مهم استخبارات وه. زموږ دا اوس نه دی تلاشي عسکر دا دلته یو میلیون موټر تردد کوي. دا ممکنه نه ده چې ته دا ټول موټران کنټرول کې وګورې. دلته موږ ته استخبارات پکار وه چې موږ په عمکې د تصمیم نیونکو نفوس کړی وای. چیرې چې تصمیم نیول کېدی موږ هلته نفوس کړی وای. د تصمیم د نیولو په صورت کې شی معلومېدی چې حرکت یې راکوئ موږ تاسې یې مخه نیول. ولې دلته موږ استخبارات هم تقسیم کړل. استخبارات موږ د سیاسي لوبو قربانیان کړل. دا موږ یو بل ته په سام په شکل کې سره ورکړل. په لحاظه مسؤلیت نه تنها یوازې د امنیتي نهادونو او د حکومت په غاړه دی. خود به په اوله مرحله کې رئیس جمهور مینیست د رئیس جمهور په صفات او بیا امنیتي نهادونه به د دې مسؤلیت ولري. ولې لویه برخه مسؤلیت سیاسیونو ته راګرځي. زه تا ته اوس یو شی وایم. ستاسې د دغه استخباراتي جګړې سره ډیره ښه وسیله چې تاسې کولای سئ چې ډیر په اسانۍ باندې د ډیرو خطرناکو پیښو مخه ونیسئ هغه دغه الکترونیکي تذکرې دي. که موږ دغه تذکرې توضیح کړې وای موږ تثبیت ته هویت کړی وای کیدای شوای اویا فیصده موږ برلاسي پیدا کړی وای د ډیرو پیښو مخه مې نیولی وای. ولې بدبختانه دغه مسله هم موږ سیاسي کړل. څوک وای یو شی رقم نیسي څوک وای بله رقم نیسي. د وطن دغه لوی غمیزو د حل په مورد باندې هیڅوک فکر نه کوي. ډیر وړو وړو خبرو ته فکر کوي. په نتیجه کې موږ هره ورځ د دغسې لویو او بیکاره خطرناکو پیښو شاهدان. این حوالین حادثه خونی نیز در کابل شما حادثه شاه شهید شاهد بودین، پل محمود خان شاهد بودین و حادثات دیگری هم در کابل به این پیمان قوی صورت گرفت. اما امروز هم شما میبینین موتر تیلری داخل کابل میشه، در مهمترین نقطه کابل در وزیر اکبر خان میه منفجر میشه و یک فاجعه کلان به وجود میره. دلیلی که مقامات حکومت وحدت ملی تنها متوسل میشن به تقبیه و اقدامات عملی بر نمیدارن برای امنیت پایتخت چی از دلیل؟ به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب والی صدوم عزیز، قهرمان صاحبندگان محترم تلویزیون. ما ابتدا میخوایم به او عزیزان که در پایتخت در کابل در 500 کیلومتری یا 1000 کیلومتری جان شیرینشان قربان شد از الله بی‌نیاز برادر در کسانی که شهیدشان مغفرت میخوایم. با کسانی که مجروح هستند شفای عاجل از الله میخوایم. با بازماندگانشان اگر خانمایشون هستند والدینشان هستند صبر میخوایم. نفرین به کسانی که همچو عاملین حادثه هستند نفرین به اونا میفرستم و به حکومت رئیس جمهور حکام بالانه سربازای عزیز اگر هردوس پلیس است امنیت است قهرمانی میتن به حکام خود بیداری میخوایم چشم باز میخوایم و گوش شنوا برشان میخوایم که باید بشنوانی مجلسه و همچنان به ملت عزیز میخوایم که یا بیدار شوین یا در صف استاد باشین که روز دیگه شهادت شما میرسن. به خاطر از اینکه حادثات یکی پیدگی 400 بستر بود، قول اردوی 209 شاهین بود، اما تو باقرلون بود، دیمزنگ بود، رجال برجسته بود، ارغندی بود همه. فقط حکومت یک چیز خوب مردانگی داره، تقبیه، تسلیت، باز ماتم، باز از او که تیر شد رئیس جمهور با بسیار دردناک برش میگم که باز اونا چی میگن؟ میگن که کمیسیون ایجاد میکنن. ای کاش دیده ها مسئله که صدها جوان عزیز قربان شد در پایتخت کابل یک کمیسیونش نتیجه میداد، 5 نفر من رئیس عاملین اصلی اعدام میکردن، درد ملت دوام میشد که رئیس جمهور کار میکنه. میایم در قسمت پاسخ سوالتان که چرا باز تکرار میشه انفجار انتحار کشورهای دیگه ایم از دلندان هم شد، در امریکا هم شد. خب سال یک بار میشه یا در 2 سال یک بار میشه یا در 6 ماه یک بار. از ما خب مثل مرچه ها واره. افغان ها هر ما باید در ماتم عزیزان و فامیل های ما بشینن. علت چیست که جواب سوالتان بتم؟ حکومت رئیس جمهور جمع حکام هیچ اراده نداره، هیچ تصمیم نداره، هیچ قاطعیت نداره، هیچ پلان نداره به خاطر مهار کردن جنگ یا به خاطر مهار کردن ناامنی و عدم امنیت. اگر اینا واقعا سیستم پلان برنامه می داشت، ما باور به خدا که الان برش میگم من میترسم که دست رئیس جمهور در ستون پنجم نباشه. چرا؟ وزارت داخله داریم، 300,000 نیروی امنیتی ما داریم، وزارت داخله داریم، امنیت ملی یک ریاست قوی و برجسته داریم. اما دشمن از کجا میاد؟
محتر از کجا پیدا میکنه، در کجا جا بجا میکنه، بالاخره بازمین در خود اینجا. رئیس جمهوری یک سوال اگر کنیم که جناب رئیس جمهور اگر میگی جنگ جنگ استخبارات است، قهرمان صاحب گفتن برات میپذیرم جنگ استخبارات است، آیا ما یک حکومت هستیم یا نه؟ یک. دوم، آیا بعضی چیزایی که ده اراده و صلاحیت خودت است جنگ استخبارات بگذار، چرا امیر عمل نمیکنی؟ 11 وزارت ما سرپرست اداره میکنه، آیا تو صلاحیت امیرم نداری؟ اینقدر بیچاره و مسکین است که صلاحیت امیرم نداری که وزارت خانه را معرفی کنی به پارلمان کشور؟ آیا صلاحیت ازیر نداره که اسکنرای که 1.5 سال قبل در وزای اسکنر 1.5 سال قبل چین کمک کرده؟ تو همه قدرم نداری که حداقل امیرم در دروازه کابل جابجایی کنی به خاطر از اینکه حداقل جلوگیری ازم چهار سال. تشکر خواهش. بالاخره مردم کابل به سوتو آمده یا به صف منتظر امی حالت بفیتن که شهید شوند یا حالت را دگرگون و تغییر برن پلان برن. سپاس گزارم. آقای سالنگی، مشکل در کجاست که کابل شاهد این همه حملات خونین می باشه، حملات به این پیمان قوی؟ درست است که حمله انتحاری افغانستان کشوری است که کشور بی‌ثبات در حال جنگ، اما این هم قابل پذیرفتنی نیست که یک تیلری و یا هم یک تانکر وارد پایتخت شود و چنین فاجعه‌ای را به وجود بیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به جناب قهرمان صاحب، وکیل صاحب و بیننده‌های تلویزیون خورشید، و درود بر روی شهدایی که امروز حادثه‌ای که در ساحه وزیر اکبر خان رخ داد، از خدای بزرگ برای همه شهدا جنت فردوس و برای زخمی و شفای عاجل می‌خواهیم، برای بازماندگانشان صبر جمیل می‌خواهیم. واقعا حادثه بسیار بزرگ و کلان بود که امروز قلب همه مردم افغانستان جریان‌دار ساخت، مانند حادثه مزار و حادثه‌ای که در پل محمود خان و بالاخره در حادثه‌ای که در شاه شهید رخ داد. همین حادثه هم بسیار حادثه بسیار بزرگ و غم‌انگیز بود برای مردم افغانستان، و خدا کنه که در این حادثه یک بار در کدام پناهگاه آقای غنی فرار کرده باشه و بفهم از قلب مردم افغانستان که وقتی که کسان دیگه که در پهلوی نزدیکی از اونام رخ داد که بچه کاکا و بچه ماما و وطندار میخوانه. همین رقمی که قهرمان صاحب گفت و وکیل صاحب گفت درست است که یک پلان تنظیم شده و پلان سازمان یافته و پلان استخباراتی دنیا است که در ایجا، ولی ما من حیث یک دولت باید قلقم کنیم این پلان های شوم چی، اگر این پلان های استخباراتی است و اگر پلان های نظامی است که امروز از طرف گروه طالبا و یا گروه داعش سازمان یافته است، امروز میاد در قلب کابل و در ساحه وزیر اکبر خان در ایجا. شما مطمئن باشه که بجز چند نفر گاردی که اونا به خاطر معاش رفته بودن اوج یک دروازه رو پانو بالا میکنن، یک نفر خارجی دماغش هم خون نشده، همش افغان ها بودن. و تمام من چیزی که امروز حادثه رسان موترهای شخصی بودن که ما در حادثه تقریبا گفتم میتونم 5 دقیقه بودش در ساحه اومدم، از ساحه را دیدم از نظر نزدیک قوای پلیس هم کم کم رسیده رای بودن، قد قوای امنیت ما ساحه را کلش بررسی کردم، دیدم که همش مردمی که موتورایی که در جاده می رفتن و کل ساختمانایی که در ساحه زیبان کابل استار و ساعات دیگی که کمپانی روشن، کل تلفات اونا دیدن، هیچ تلفاتی نبوده است که برای خارجی ها متحمل شده باشن. این تلفات کلش ملکی بوده است. من مطمئن هستم یک نفر روجه نه امریکایی بود و نه سفارت جرمنی بود، اونم دور بودن. به لحاظ خدا هدایت کند که رهبرایی که از 15 سال به این طرف در نظام دولت به شکل ترکیبی از پشتون و تاجک و هزارا و ازبک همشون در اینجا بودین، و یا بسیار قسیل قلب مردم هستن و یا برای امنیت مردم، به انکشاف و بیبود مردم که بیندیشن، اینا به قومیت بسیار فکر میکنن و خدای بزرگ از پیش از اینا بخصاص کنه از گذشته ها تا بالای را. اینا در گذشته طالب ها شکست خورده بودن، طالب ها می رفتن نابود شده بودن، و طالب ها را تا یک جنجال که من نمی فهم که در گوش از اینا کی گفت، کدام استخبارات دنیا گفت که اینا طالب ها را دیگه دوباره ماندن و امریکایی هم جنگ ختم نکردن و در این جنگ تقریبا شکست مواجه شدن و این جنگ قصدی در افغانستان ماندن و امروز این جنگ دامنگیری همه ملت افغانستان شده. این نه تنها در پایتخت افغانستان، شما چند روز پیشتر تلفات را در قندهار میدیدید، تلفات در هلمند، تلفات در قندوز، در شاراها و در جاهایی که مردم امروز میگیرن علنی امروز به دار میزنن طالب ها،
و این جنگ ما فکر میکنیم که رهبرای بیخرت افغانستان هم در این جنگ سهیم هستند، شریک هستند. و اگر نه یعنی مشکل شما شریک بودن رهبران در بله جنگ بله. میبینید وقت شما که در مصاحبه هاشان میبینید، در گپ هاشان میبینید، اینا خود در بالای مردم مصدوم مردم افغانستان اینا خود سیاست مدار نشان میدن که ما گویا سیاست مدار هستیم، طالبان چند روز برادر میگن، چند روز دیگر وطندار میگن و یک کس دیگه یک کار دیگر میگه و یا اختلافات ما بین هم نظام دولتی در اختلافات تعینات در ایجا. ما شما میبینیم که اینا به فکر از اینکه چطور ما طالب ها را گم کنیم و چطور مردم افغانستان در یک انکشاف و در یک خوبیا و مردم افغانستان از این مشکلات نجات بده، مشکلاتی که امروز دامنگیری همه مردم افغانستان از این مشکلات اقتصادی ایره چطور برطرف بسازیم و یا در سر فریکسون بازیه که تو کدام قوم هستی، تو بگو اول ما بنده خدا هستم، امت رسول الله هستم، ما مربوط به یک مسلمان هستیم، مسلمان از این سر دنیا به اون سر دنیا مرز نداره. اول باید سر از این فکر کنیم، شما سر قومیت فکر نکنید، هر کسی که هستید. امروز میبینید ادارات دولتی که یک تاجک یک جامعه رو میگن این پشتون از ازبک از هزاره است، چه رقم رجور میکنن که اونا رو بکشن. یک اداره که یک پشتون است چطور رجور میکنه دیگر بگه، یک اداره که یک هزاره است چطور رجور میکنه که دیگر با نحوه توطیه رجور میکنن با کسای دیگه که بعد از ادارات بکشه. اینا اصلا به ذهن امنیت آوردن نیستن، به ذهن از این نیستن که چطور ما امنیت در افغانستان تامین بسازیم و چطور ما نظام و حکومت بسازیم و چطور زیربنای افغانستان بسازیم. اینا خجالت بکشن برن پاکستان و ایران را ببینن. ایران امروز 9 خط مترو در زیر زمین داره، هم سیاستش امیر قدر دنیا میکنه و هم سیاست اقتصادی و سیاسی و نظامیش پیش بره. اینا نه کله نظامی دارن، نه کله اقتصادی دارن، هیچ چیزی ندارن و خجالت هم نمیخورن که روز میرن در کشورهای بیرون میان در میدان هوایی و در خطر که تا اینجا میان. این فکر ذهن نه اینا بجز از اینمی که یا خودشان در دست استخبارات بیرونی هستن، بجز از یک فریکسون بازی، در قومی بازی، در کارهای جهل و در کارهای که چطور بازی بدن همدیگر، ما در تعینات کی را تعیین کنیم و از اون شرکشت بگه از اون شرکشت بگه صدران بازی، اینا فکری ندارن در فکر امنیت. اینا اگر در فکر امنیت باشن، گفته شما موتر بم، موتر تیلری، کلان تیلر نه، یک دانه موتر تاکسی چطور میتونه از کدام را میاد در ایجا؟ این موتر در ساحه بسیار نزدیک قلعه فتحالله چهار قلعه وزیرآباد و درست شد از ساحه شیرپور برآمده، آمده راستن به دست رفته در ساحه چهار نزدیکی زنبق دیگر در اون استقامت انفجار داده. یعنی تصمیمی از یا از گذشته تا بال بنابدی طالبان نبوده است و در آینده هم اینا نیستن و بجز اینمی تلفات و اینا اینمی چوکی 4 ساله را قائم میگیرن، بعد از 4 سال کشه 4 سال دیگر هم پیشنهاد میکنن بر ماهمی مردم اغفال میکنن و در این سمت میان بجز از اینکه بربادی، تبایی، کشتار، قتل بر مردم افغانستان دیگه هیچ چیزی نیست. ما دعا میکنیم که خدا ذهن از یار ذهن یک مسلمان بسازه، خدا ذهن از یار ذهن یک افغان بسازه، خدا ذهن از یار یک افغان باثبات بسازه که بگه مجز افغانستان و مسلمان هستم و همه یقوان برادرم دیگه. خدا که ذهن پودی از یار امیر قم ذهن نسازه، ما شما مشکل است که امنیت بگیریم بریم. وقتی که ذهن خراب داشته باشید در مقابل ازبک، در مقابل هزاره، در مقابل پشتون، پشتون در مقابل تاجک، تاجک در مقابل پشتون، تو امنیت دهی وطن میاری؟ خدا ذهن از یار خراب کنه. تشکر آقای سالنگی. آقای قهرمان، شما گفتین که جنگ بزرگ است، عامل تحرکات دشمن است، چون این تحرکات هم تقسیم استخبارات دانستین. خب این مشکلات که وجود داره، اما یک چیز دیگر هم است در حکومت. بسیار سطحی نگری، هر عملی که صورت میگیره، هر عملی تروریستی خونینی که صورت میگیره، تقبیه صورت میگیره و بالاخره بسیار با سطحی نگری از این عبور میکنند. دلیل همین سطحی نگری حکومت و عدم توجه جدی به مسائل جلوگیری از چنین حملات در چی است؟ اول حوزه پداسی و ذهنیم چیز ما پا ذهن که اصلا حکومت دل تستانه، حکومت دقسی نیه لکه دقشی دی، حکومت دسی نیه، حکومت مسئولیتون لری، حکومت سهار تر ماشام پوری کار کوي ترڅو د خپلو خلکو دپاره د ژوند سهولتونه ایجاد کړي. حکومت کوشش کوي چې ټولنې ته سالم لوری ورکړي، ټوله ټولنه په ځان پسې رابسیجه کړي، ټوله ټولنه پر ځان راټوله کړي، د ټولنې په مرسته باندې په خپل وطن کې هم د سکون دپاره، هم د پرمختګ دپاره، هم د ټولو
دغه د اسانتیا او د پاره کار به تر سره کی ولې دلته خبره ده د بابک چې موږ صرف په نامه باندې حکومت لرو حکومت دغه څه نیوی لکه دا اوس چې دی وخت چې حکومت نستا طبعا ملت هم نست ور سره وخت چې ملت نه ور سره په نتیجه کې دغه څه ګډوډی ده پر دوی ته ډیر آسان او ساده ده چې هغوی وتوانیږي په دې ټولنه کې و دې غمیز ته دوام ورکړي دا لړۍ به نور هم دوام لري که تر څو موږ سر په ګریوان دننه نه کړو موږ دقیق نسو موږ دغه اصل ته ټول ځیر نسو چې راسي رښتینی کیږو په رښتیا باندې د خپلو خلکو په دفاع کې درېږو اوس ګوره اول که ستا سیاسیون او ستا حکومت اول دې د دې خارجیانو سره خبرې وکړي دا د دوی سربریتې نه دي دا د دوی ملګري هغه ته دې ووایي چې ښه خلکو تاسې نه پوهیږئ چې دا مواد امپلاکیا د کوم ځای دي ښه په پوهیږئ ته نه په پوهیږئ چې د دې د تصمیم نیولو مرجع چیرې ده ښه په پوهیږئ دا خو نه په افغانستان کې دا مواد شته نه د دې د تصمیم نیولو مرجع په افغانستان کې شته نو ته چې دې ته ولې په اصطلاح باندې چوپ ناست یاست خو زموږ د چارو مسؤلین دي زموږ سیاسیون دي ټوله ورځ سفارتونو ته ځي د هغوی د خوشحاله کولو دپاره هغوی ته مخامخ دغسې نه وایي چې وروره ته زما سره دلته ځان ملګری بولې چې زه ستا ملګری یم او ما هم د خپل خلکو سره په جنګ کې ځان اچولی دی ستا پر ملګري مې ځان بدنام کړی دی نو ستا ملګري کمه ده ته نه به پوهیږئ چې دا بومان د کومه ځایه راځي ته نه به پوهیږئ چې د دې ته تصمیم نیولو مرجع چیرې ده ښه که حکومت وای او دوی رښتینی وای سیاسیون وای او دوی رښتینی وای نو دا موضوع به مطرح کړی وای نو خو نه مطرح کوي هغه هر سړی وای وای ورور جانه شوله یې ته بخور پرده یې ته بکن هر سړی خپله شوله خوري خپله پرده کوي انډواله یو هغه موږ خو دي خواران دي چې رښتیا رښتیا وایي سور برېتې دی شین برېتې دی سای په ټولو په تور لیست کې یو هیڅوک به ځان ته نه پرېږدي غم په دې کې دی نو دی وایي زه خو لیونی نه یم کنې دا مشکل حلېدای شوی دا اوس هم که زموږ دغه چارو مسؤلین دوی دې په بل چا پسې نه ځي اول دې دا د سفارتو دروازې وروټکي ټول سپیران نن باید په وزارت خارجه کې راټول کړي. خب یکی در بود شما سفارت ها را میگن اما در بخش خود کابینه حکومت افغانستان زمانی که چنین حمله صورت میگیره اینجا امنیت ملی وجود داره استخبارات وجود داره کشف وجود داره اما دیده میشه تا کنون تنها رئیس جمهور رئیس جمهوری میاد تقبیه میکنه هیچ فشار بالای نهادهای کشفی و استخباراتی وارد نمیشه دا خو تو فکر کنی چیز استخبارات لرم کشف لرم دا خو یو چوکاټ لري ته یو خیالی دنیا لري کم د استخبارات وروره ما شومان را ټول دی هلته واړه واړه خلک دی تور تا استخبارات تعریف کوي کیدای شي هغه تا استخبارات بیخي تعریف نه کوي هغه چې استخبارات غویای دی هغه په استخباراتو څه پوهیږي قربان دي ته فکر کوي چې ته استخبارات لري ته فکر کوي چې ته حکومت لري ته فکر کوي چې سیاسیون لري دا ستاسې خیالي دنیا ده چې ته تصور کړی ده که تاسو درلودای دا ممکنه وه چې د دې شي مخه نیول سوی وای ولې ما نقد پر دې وکړي زه چې د جګړې لویواله ته ګورم خطرناک بودن ته ګورم او دلته خپلې کمزورۍ او ضعفو ته ګورم بالکل مې نیت پر دې باندې ذهن مې پر دې جوړ دی د دې خپل ملت راتلونکی سمه نه ارزیابي کوم بالکل خطرونه احساسوم تر دې خطرناک احساسوم تر دې خراب احساسوم حتی دومره خراب احساسوم چې اوس یې تصور ما دپاره بیخي سخت دی چې زه تاسو ته ووایم علت دا دی چې موږ رښتینی نه یو تر څو افغانانو رښتینی نسی رئیس جمهور سه مشرو تر وزیره تر سیاسیونو تر مخه تر شا ټول رښتینی نسو ټول تک سپین ونه ژغیږو هر سړي ته ونه وایو ته دا اوس نه ګورې دا اوس پیلر زه تا ته دا ثابتوم ستا د دغه افغانانو د یوه د هندو راکټ پروژه دی پر پاکستان ټکان کې یوه د پاکستان راکټ پروژه ایښی دی پر هندو ټکان کې بل د ایران راکټ پروژه ایښی دی پر عربو ټکان کې بل د عربو راکټ راوړی دی پر ایران ټکان کوي بل د روس راکټ پروژه دی پر ما او تا وسایل ګرځېدلي دلته موږ د مزدورانو په رول کې یو هر سړی خپله دنده اجرا کوو ولې اصلا په عوض د دې چې موږ د خپل وطن د ګټو دپاره فکر وکړو او سره راټول سو لکه والي صاحب چې وویل موږ په ډېرو نورو خبرو اخته یو رښتیا هم موږ یو بل خپله تکبیه کوو یو بل خپله متهموو باور وکي اوس ګوري ابل ارواز مې غونډه لیدل یو غټ رهبر دی
گوتا شوری آی شمالی گاوندایا ابل ابل میم خون پورا لیجلی وی بیا دی خون پا اورورا د بمون مور بل سو غورځی دی وطن د تو بونا بل سو گراوری ته بل ادرس دراره وی بل بل یو بیا گوره ایران تکی ها ایرانا د شکارونه دی کړی دی دا خو معلوم دار د دا دی معنا لري چې ستا سیاسیون هم د بل د پاره لوبي مختوري وخت چې سیاسیون حکومت هم دی خلکو جوړ دی دغه سیاسیون سره جوړ دی وخت دوارو ته وارزه بالکل تاسو باید دغه سی بد برخلیک قانوندان اوسئ لکه دا اوس چې یا تر څو پورې چې موږ حقیقت او رښتینولۍ ته مخه نه کړو ټول رښتینی نه شو تور ته تور ونه وایو سپین ته سپین ونه وایو کته ممکنه نه ده چې په دې وطن کې د ثبات خاوندان آقای هاشمی این حمله را طالبان هم رد کرده محکوم کرده که این حمله را ما انجام ندادیم معلوم است که حمله در کجا تحریزی شده مواد از کجا وارد شده که مشخص پاکستان اما دیده میشه آنچه را که حکومت افغانستان هرچند آقای قهرمان در مورد حکومت هم سوال داره که حکومت هست و یا هم نه اما فکر نمی کنید که بجا باشه تا امین در این موقع تصمیم گرفته شود در مورد روابط با پاکستان و برخورد با کشور حامی تروریسم ببینید حکومت چیزی که در زمان کمپاین‌های انتخاباتی خود می گفت اگر واقعا به او عمل میکرد امروز ما به ایالت نمیمانیم انفجار شده عزیزای ما به خاک خون یکسان شدند ما امین مسیر رای که می آمدم فکر کن از نقطه دیمزنگ اینجا تا به می ساحه که می آمدیم شیشا کل سرکه را گرفته بود با خدا نامش شمه ایمان می بود از دل چک چک خون می چکید کی حالت ما می دیدیم تنها شیشایش می دیدیم زخمی ها و شهید ها را چی می کنه می آیم دیگه که اگر حکومت قاطع تصمیم داشته باشه حکومت هست وزارت دفاع وزارت داخله اگر بنام است یا بنام است داره خب مگر که اراده نداره چرا دوم نقطه با وجود نیروی افغانی با سوپر طاقت در روز دوم مراسم تألیف امروز مراسم تألیف حکومت وحدت ملی کرد فرداش عجولانه با امریکا پیمان امنیتی و استراتژی را امضا کرد پس امروز ما که به خاک خون یکسان هستیم وطن ما روز به روز ویران شده میره پس وظیفه امریکا در قبال پیمان استراتژی چی است وظیفه خود حکومت در چی است یک دوم دشمن دشمن است بیاین ایرا ملک نکد، جند پری نکد، یا طالب، یا دشمن، یا هر کسی که دشمن خاک و وطن ماست کردن پس مسئولیت این حکومت چی است؟ آیا نیروی استخبارات ما داریم؟ نداریم پس چرا عمل نمی کنن؟ اگه اینا واقعا تصمیم بگیرن، اراده داشته باشن حکومت چرا؟ جناب قهرمان صاحب گفت حکومت نیست، حکومت است. حکومت در زدگیر خود است حکومت چطور افراد و اشخاص خود جا بجا کنن؟ حکومت چطور سر ولایت‌ها بحث کنه با جنای تیم رقیبش سر وزارات بحث کنه سر جنای تیم رقیبش حکومت اگر اراده و تصمیم بگیره ما 300 هزار نیرو داریم ما حداقل شما میگین اراده و تصمیم بگیره اراده و تصمیم بگیره و یا هم توانمندی نداره برای دفع چنین حملات اصلا اراده نداره توانمندی ما داریم مثال ساده و بسیط براتون میتیم در وقت جهاد سوپر طاقت روز دی کشور عمله کرد او مجاهد سر پا برهنه چی داشت با یک میل کلاشینکوف و چهار شاجور میامد سوپر طاقت بزانو در آورد مگر امروز این فرزندای امونا نیست اموس اونجا اونجا اراده و تصمیم قوی بود و ملت پشتیبانش بود بیبی زخمیش مردم تداوی میکرد گرسنهش مردم نان میداد مشکل برش پیش میشد مردم جا برش میداد امروز خو ملت گریزان است از این امی حکومت که دی روز مردم به قیمته بریدن انگشت و سرش رای داد در روز بسیار سر دوا امروز برم اون ملت پرسان کو که چطور است حکومت میگه من پشیمان است مردم افسوس بسیار نادم استم که مردم چرا حکومت دردش دوا نکرد اگر حکومت دردش دوا میکرد امروز این ملت پشتیبان از این حکومت بود بنان یک فاصله و سیم خاردار حکومت شما ببین ارگ چی حالت است ولایت ها را برین شما سعی کنین ولسوالی ها را ببینین سعی کنین این سیم خاردار رو دیورسم کابل به این حالت است امی کابل یک شهر باستانی بود قدامت تاریخی داره کابل به شکل یک زندان است هر جایی میبینی دیوالای استنادی و سیم خاردار است حکومت از مردم فاصله گرفته
اعتماد مردم به خود باخته. مردم با این همکاری نمیکنه به خاطر که فساد است، بیکاری است، مافیا است، زورگویی است، عدم تطبیق قانون است. وقتی که این چیزا باشه با کرچیوان و تکسیران بیچاریم قانون اتو میشه که قدم پای خود کج بونه 7 سال حبس میشه. اما با زورمند اگر نفرم بکشه فردا از زندانم رهاست. بنان حکومت تیم داره، نیرو داره، اراده قوی نداره. فقط اگر هزاران مردم دیگه هم بمره 2 سال دیگه را سرطان پوره میکنه، بلایم در پستون بعد از اون میره در کنج عافیت میشینه کچ شما میکنه. تشکر آقای سالنگی. در بخش سیاست سرکوب حکومت افغانستان، سیاست سرکوبش در برابر دشمن، دشمن هر روز قربانی میگیره از ما، ولایت ها را سقوط میده، ولسوالی ها را سقوط میده، در پایتخت فاجعه خلق میکنه، در تمام سراسر افغانستان افغانکشی را یک چیز بسیار معمول گشتانده. اما اینجا حکومت آنچه را که شما هم به عنوان انتقاد مطرح کردین که یکی وطندار یاد میکنه و دیگه هم برادر و دیگه هم مسئله دیگر، اگر ما واقعا به این منوال در حرکت باشیم و پیش بریم، چی سرنوشت فکر میکنید که واقعا این کشور را به همراه خواهد کرد؟ اول خب بدانیم که امی طالب ها کی هستن، ما کی هستیم. از زمان جهاد تا بالا را، در زمان جهاد هم که شما فکر میکنید که ما هدف ما جهاد بود مردم افغانستان، ولی فکر کنید که ما ملت افغانستان دو بودنه جنگی بوده. یک بودنه جنگی در دست روسا که نظام دولت بودن، یکی ما در دست پاکستان و غرب بودیم. از اون بعد ما خلاص شدیم، پروژه از اینا خلاص شد، ای باز به دو بخش تقسیم کردن. باز یک بار این نظام دولت افغانستان که در دست امریکا ما هستیم این نظام، و این طرف دیگه هم طالبا یک بودنه جنگی در دست پاکستان و عرب ها. اینا تربیه میکنن، دانه میدن، مصرف میکنن، دو طرف اعلام میکنن میگن جنگ کو. نامش یک طرفش غیر مسلمان میمونن و یک طرفش هم مسلمان میمونن. از گذشته تا به حال، از 40 سال تا به حال، ولی هدفمندی کسانی که در رأس نظام و حکومت هست، اونا هدفمندی کار دارن، اونا چی هدف باید دارن، و اونا گویا که هدفمندی استخباراتی که یارا من حیث یک بودنه می جنگانه، آیا اونا می فهمن یا نمی فهمن؟ اگر پاک امریکا من حیث یک بودنه نظام حکومت افغانستان فکر نمی کنه، چرا امروز قوای هوایی را اکمال نمی کنه و می فهمه که باستی که چقدر تلفاتی را ملکی و تلفات نظامی ما داریم، چرا اکمال نمیکنه؟ آیا اکمال کردن میتونن؟ دلیل اکمال نکردنش چی است؟ ما فکر میکنیم که از دو طرف بازی های سیاسی است که ملت ما شما در می آتش بسوزه، و از طرف دیگه که رهبرایی که در این نظام و دولت هستن، این رهبرا و اینا هم در دست بیگانه ها هستن و اینا هم اسم و اراده و تصمیم دیگه ندارن که جنگ از افغانستان ختم شود. اگر خواسته باشن جنگ ختم کنن، قبول بکن قهرمان صاحب در هلمند رفت، اگر تمام چیز به اینا می سپردن، اینا جنگ هلمند ختم میکردن، و اوجا پروگرام بود که نباید جنگ هلمند ختم شود. اگر خواسته باشن که جنگ قندوز ختم کنن، جنگ قندوز به بشار آرامی جنگ قندوز باید ختم شود. وقتی که پلان کنن که 6000 نفر در قندوز به عملیات برا، عملیات هم یک ماه باشه، از 4 طرف در قندوز اینا عملیات سازمان بدن، توپچی قوای هوایی از 4 طرف بروند، آیا در قندوز دیگه دشمن باقی میمونه؟ نمیمونه. من میفهم که تصمیم اراده از یک طرف ای تو معلوم میشه که امین نظام دولتی که از اینا خودشان ندارن که باید دشمن از بین بره، و از طرف دیگه اینا در دستای کسی که هستن، او دستا اینا را اجازه شان نمیدن. تصمیم اراده و یا هم سلیقه گرایی، شما میبینید که مجموع ضعف در حکومت وحدت ملی در سکتور امنیت برمیگرده به سلیقه گرایی. دروغ وحدت ملی، اول خو گپ دروغ، این گپ دروغ است، زق شیطانی از این نظام و دولت. اینا در فرکسون بازی ما بین هم دیگر هستن. وحدت ملی کی مردمی که میگه دروغ میخیزن سرود ملی را میمونن با میگن حکومت وحدت، اول این گپ دروغ است، هیچ نیست. اینا فقط دزد جان هم دیگر هستن، دزد مال هم دیگر هستن، دزد ملیت های هم دیگر هستن. این گپ خود دروغ است. ما اول در این گپ که این حکومت وحدت ملی است دسر از بی چلیپای بکشیم، این گپ دروغ است، اول خوی نیست. اینا دزد هم دیگر هستند، دزد مال هم دیگر هستند. کسانی در یک کار شراکت در مابین دو نفر تاجر اگر ایجا غتم می باشه، ای ار دو طرف از بین میره، یا در بینشان چون غتم است از گذشته تا بال غتم است، ای حرفا دروغ است، اینا ای کار جهل است، نه حکومت وحدت ملی وجود داره، ای دزد مال جان هم دیگر هستند. به این لحاظ
اراده و تصمیم ندارن، نمیتونن، اینا مدیریت خوب نتونستن که جنگ پیش برن. مدیریت خوب باشه تو قبول بکن که یک کل اردوی در دست ما باشه، ما قندوز در ظرف 6 ماه آرام میسازم. امیر قمی قهرمان صاحب رفت در هلمند، جنگ هلمند تمام میکرد، ولی از پشت سر توطیه های اینا را اجازه ندادنشان. هر کس دیگه مانند ما هزار آدم دیگه که اینا اسم و تصمیم و اراده داشته باشند، جنگ در هر ولایت خونسا میکنن، از بین میبرن. شما میبینید که امروز مریضی که از قندوز، از هلمند، از فاریاب میاد، در بستر 400 بستر در امن نیست، میاد اوجا میکشدش. شما ببینید که در قول اردوی مزار، در حالت نماز، نمازگزار در اوجا، در جماعت جانش امن نیست. در پل محمود خان، در جمسه استاد که جم نظام، در اوج استاد دیوال بالاشان چپه میشه، در سیاسنگ، در حالت خواب، در بالاشان دیوالا چپه میشه. در پارلمان اگر یک بچه گفت تق زده و چپه شد، اگر او نمی بود 200 نفر وکیل در طور کلش شهید میساختن، میکشتن. به این لحاظ باید عزم کار داره، اراده کار دارد، جمع نظام کار داره، مدیریت کار دارد که باید عمله های شدید شدید در سر هر ولایت داشته باشه، جنگ تمام کنه. اینا بودن جنگی 4 تا زیر پشت برد، یک ولق تق تق و فرار کرد، 10 نفر تلفات بده، 20 نفر اسیر بدید. امروز میفهمی وسایل نظامی تو چقدر از طالب افتیده است. 1000 وسایل زیری تو دست طالب است. تیار های ائتلاف بین المللی تو میبینه، قوای بین المللی تو میبینه، ناتو او را میبینه، او را چیزی نمیگه، او را نمیزنه. خب اینجا فکر میکنیم که پروژه است دیگه. این یک هدفمندی است که باید جنگ از افغانستان ختم نشه. در گذشته آمد قوای بین المللی در افغانستان، آمد یک موتر طالبا را دید، موتر طالبا را براکت زد در شهر نو، موتر طالبا را براکت زد در کوی تلویزیون، اتاق از اینا را زد. امروز 1000 وسایل زیرهی در دست طالبا هست، قطارها می استاد بشه، جنگ بشه، قوای ائتلاف نمیبینه. و از این طرف پیمان امنیتی هم داریم که مسئولیت داره در برابر افغانستان، بی مسئولیت نیست، مسئولیت هم داره. آقا قهرمان، شما روی بودن اصلا روی همی خود حکومت هم شک دارین، گفتین که آیا حکومت هست و یا هم نگفتی حکومت نیست، اما بالاخره چی باید صورت بگیره؟ به خاطر بیرون رفت از همین وضعیت، به خاطر جلوگیری از همین حادثات، به خاطر جلوگیری از قربانی مردم؟ داش خبره ده چې موږ مشوره وکړو د نظام ته، د سیاسیونو ته، چې دوی باید څه وکړي. که دوی رښتینی دي، که څوک ځان ته رهبر وایي، که څوک ځان ته سیاسیون وایي، که څوک ځان ته ملي مشران وایي، او یا په حکومت کې څوک ځان ته مسؤلین وایي، دوی دې اول لپله په هیچ چاپسې نه ځي. اول دې په ټولو باندې دغه شی تثبیت کړي چې دا موټر د کومه ځایه راغلی و، د کومه ځایه حرکت راکړی و، په دې کې کوم نوه مواد و، دا د کوم مملکت مواد و. کله چې راشه دا اسناد ټول پیدا کړل، ټول دې په ګډه باندې ورسي، دا سوربریتي دې ګرد راټول کړي، کښېدي نه ورته ودي وایي چې و خلکو، زموږ سره نور د پشي او د موژک معامله مه کوئ، که ستۍ زموږ وژل هدف وي، نو په یوه پله ګاز راباندې وپاشي، موږ ټول ختم کوي. کنی دا څه وژل وژل دي؟ ته دا سړی نه پېژنې چې دا بم د چا دی؟ دغه چا راوړي دا مواد امپلاکیا؟ دا خو زما په وطن کې نهشته. دا د کومه ځایه راغلل؟ دا چا راواستول؟ که دوی هر وخت دغه رښتینولي ثابته کړل، نو پیتی په دې پوه سئ چې ته چې ملي مشران لرئ، هم سیاسیون لرئ، هم حکومت لرئ. ولې که ټولو ځان د اسانی چپ په کوڅه کې ووهئ، پټ پټ چا د انګریزانو په سفارت کې خپل پیپسي چښلې، چا صاحب د امریکایانو په سفارت کې، چا د ایرانیانو په سفارت کې، بیا نو قربان موسم پاتیا واخلئ، نه حکومت لرئ، نه سیاسیون لرئ، نه مشران لرئ، بیا نو د دغسې ناخوالو انتظار وباسئ. نن دې د ورور نوبت دی، سبا ستا نوبت دی. که چیرې دوی مسمم دي، اوله لار یې دا ده چې نړیوالې دنیا ته دې ووایي، په ملل متحد کې دې مطرح کړي، په دنیا کې دې مطرح کړي چې وروره بسته، نور موږ دغه ګونګ جنګ سپینول غواړو. دا څه ډرامه مو جوړه کړې ده؟ دا مو څه د ملا د کوسي چل موږ ته جوړ کړی دی؟ دوهمه خبره خپل امنیتي نهادونو باندې دې لشکار وکړي. زه دوی ته خواست کوم، وزارت دفاع باندې هم ډېر کار نه دی په کار، پر داخله هم نه دی په کار، پر استخباراتو دې په ټولو کار وکړي. استخبارات د سیاسي حلقې څخه وباسي، واقعیت دې مسلکي پنی زوب دې د خلکو ته دې ورکړي، او 15 روپۍ اضافي مصرف دې ورباندې وکړي چې د تصمیم نیولو په مرجع کې نفوذ وکړو. کله چې تصمیم نیول کېږي، موږ باید خبر واوسېږو. دوه،
دریم خبره. اویا پیساده د افغانستان امنیت په دغه سوی استخباراتی جګړه کې په تثبیتي هویت باندې ممکن دی. څومره چې دوی ژر کولای سي تذکیری دی توضیح کی چې د هر سړي هویت معلوم سو په هر لحظه سړی کنټرولولای شي ته څوک یې د کومه ځایه راغلی څه شی کوم دی دغه دی ولې که دغسې ګلګلمیري وه دغسې ګډوډي وه او سیاسون په دې لګیا وه چې روجانه په خپلو مابینونو کې پر تقسیم او پر غلا باندې سره لانجې وې بیا به نو دا د بدبختۍ لړۍ جاري دا به دوام لري تر څو چې دا ملت یي نو دا بدبختي به یي. آقای هاشمی، در مورد راه حل برای بیرون رفت از این وضعیت بفرما. آخرین حرفایتان. اگر راه حل میخواین، اول خواهید موقف واحد بگیرن، اختلافات کنار بگذارن، رئیس جمهور، اجرایه، فکر که اول امیال معاون اول ریاست جمهوری درک نداره. آیا یک پست سمبولیک است یا او یک لایه وظایف به خود داره. اختلافات کنار بگذارن، کار به حل بسپارن یک نقطه. دوم، بعد از اختلافات، همی سیاسون، رهبرا همش، یک اجماع ملی را جمع کنن. نقاط آسیب پذیری و ضعف نشان بدن که کدام نقطه نقطه ضعف حکومت ماست، کدام نقطه است که منافع ملی ما را در خطر میاره. اجماع ملی را جور کنند، به خاطر خدا، به خاطر منافع ملی صحبت کنند، رهبرا، سیاسون، بزرگا کلشان بشینند، موقف واحد بگیرند. بعد از یا که خود واحد ساختن میتون یک استراتژی اساس جور کنند که باز دشمن میگن، بیادر میگن، وطندار میگن، دوست میگن، هر چیزی گفتن از یک موقف برن. امیاله دفتر مخالفین در قطر است، وکیل پارلمان علیحدہ میره، از حکومت از چوکی علیحدہ میره، سیاسیون علیحدہ میره، نهادهای مدنی علیحدہ میره، دشمن چطور سر تو اعتبار کنه؟ بنان موقف واحد گرفتن، پیشنهاد واقف کنن، اگر به خاطر منافع اولیای کشور تن دادن خوب، اگر نه بازم که موقف واحد داشت میتونه جنگ کنه. بعد از او همکاری مردم ها بخواین، موقف واحد بگیرن تا که ملت با اینا یک جای نشه. فعلا ملت دور گفت از حکومت، ملت امی حکومت اصلا به دیده قدر نمیگیره، به خاطر که به درد ملت این نخورده، درد ملت دوا کردن تا زمینه کار برش مساعد نساخت. امی ملت امی فساد دور کردن تا زورگویی رو دور کردن تا است. بنان اگر میخوایم موقف واحد بگیره، ملت با خود همکار بسازه، اجماع ملی رو جمع کنه، از یک در موقف صحبت کنه، راه حل میتونه شه. آقای سالنگی، شما هم در مورد بیرون راه حل برای بیرون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از چنین اقدامات خونین تروریست بفرمایید. نظام دولت تا که تصمیم و اراده خوب در برابر نابودی دشمن داشته باشند، یک حکومتی که به نام وحدت ملی دارن، این قسمی که به زبان دارن، این به دل جان داشته باشند و تقاضاشان از ملت و مردم افغانستان این باشه که وقتی که اینا حکومت وحدت ملی را به دل جان میسازن، از مردم افغانستان تقاضاشان این باشه که در برابر دشمن ما یک استراتژی واحد داریم و ما میخواهیم دشمن را نابود بکنیم. ما فکر میکنیم که اینا باز این اراده و تصمیم که داشته باشند، مردم هم را از اینا کمک میکنه، همکاری میکنه و اگر تا روزی که اینا به زبان حکومت وحدت ملی بگویند در عمل کاری نداشته باشند، ما فکر میکنیم که هیچ نتیجه نداره و دشمن هر روز دیگه قربانی میگیره و تلفات ملکی، تلفات نظامی ما افزود میشه. بسیار تشکر آقای سالنگی، آقای قهرمان و آقای هاشمی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما هم تشکر میندازم عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.